اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. از تا 8 در کابل و 8:30 در دوشنبه. درود بر شما، این چشم انداز بامدادی است. دوشنبه است 21 بهمن 10 فوریه. این لحظه پرتاب ماهواره بومی ظفر به فضاست. ماهواره‌ای که به فضا رفت و به هدف نرسید. چهارمین تلاش جمهوری اسلامی ایران برای رساندن ماهواره به مدار به ناکامی انجامید. اهداف سیاسی ایران از پیگیری این برنامه چیست؟ تا دقایقی دیگر خواهیم پرسید. خودداری رئیس جمهور آلمان از شادباش سال روز انقلاب اسلامی به همتای ایرانیش. دلیل این موضوع را هم بررسی خواهیم کرد. به مناسبت 22 بهمن مطالب دیگر هم داریم. مراسم اعطای جوایز سینمایی اسکار در آمریکا در همین دقایق رو به پایان است. به لس آنجلس هم سری خواهیم زد. ظرف یک ساعت آینده با من داریوش رجبیان سرآغاز تازه ترین خبرهای جهان از فرج بالافکن تهیه کننده برنامه. سلام و صبح بخیر. مقام های ایران میگویند که یک ماهواره را به فضا پرتاب کردند اما نتوانستند آن را در مدار زمین قرار دهند. این چهارمین تلاش برای پرتاب ماهواره از سوی ایران است که با شکست مواجه شده. برخی کشورهای غربی میگویند که این برنامه پوششی برای توسعه موشکی و دسترسی به فناوری ساخت موشک های قاره پیماست، ادعایی که تهران آن را تکذیب می‌کند. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران گفته که اشکال در موتور ماهواره بر دلیل عدم موفقیت آن بوده. ما موفق نشدیم ولی خوشحالیم که یک بار دیگه امتحان کردیم و ایراداتمون رو دیدیم و پیدا کردیم و حالا از هر زمانی به موفقیت نزدیکتریم. همزمان به گفته مقام‌های ایران موج دوم یک حمله سایبری بسیار بزرگ دوباره آغاز شده. حمید فتاحی مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گستردگی این حمله را بی سابقه توصیف کرده. گفته می‌شود که این حمله سایبری موجب افت 25% ترافیک اینترنتی ایران شده. با جان باختن 97 نفر در یک روز ویروس کرونا مرگبارترین روز خود را ثبت کرده، اما همزمان سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که آمار مبتلایان در 4 روز گذشته ثابت مانده که جای امیدواری است. تعداد قربانیان اکنون به بیش از 900 نفر رسیده و شمار مبتلایان به آن هم به بیش از 41,000 نفر افزایش یافته. امیر پیام گزارش می‌دهد. اگرچه پیاده شدن 3600 مسافر کشتی تفریحی ورلد دریم در ساحل هنگ کنگ و اعلام ثابت ماندن نرخ افزایش مبتلایان جدید موجی از امیدواری به وجود آورده، اما پایان یافتن تعطیلات سال نو چینی و آماده شدن میلیون ها نفر برای بازگشت به محل کار از روز دوشنبه بسیاری را نسبت به شتاب دوباره انتقال ویروس کرونا نگران کرده است. ووهان و بسیاری از مناطق استان هبه چین همچنان در حال قرنطینه اند و سازمان جهانی بهداشت امیدوار است که همین تدابیر بتواند کرونا را در مرزهای این استان 180 میلیون نفری چین محصور نگه دارد. خبرها را از رادیو بی بی سی در لندن میشنوید. در لس آنجلس آمریکا مراسم اعطای جوایز سینمایی اسکار رو به پایان است. فیلم جوکر ساخته تاد فیلیپس با 11 نامزدی در اسکار امسال در صدر فیلم‌های مطرح قرار گرفته. فیلم‌های مرد ایرلندی 1917 و روزی روزگاری در هالیوود هم هر کدام برای دریافت 10 جایزه نامزد شدند. و در جمهوری آذربایجان حزب حاکم در انتخابات زودهنگام پارلمانی اعلام پیروزی کرده. قرار است با این انتخابات اصلاحات مورد نظر الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان تسریع شود، اما مخالفان دولت میگویند که آقای علیوف در تلاش برای تحکیم قدرت خود است. درود بر همراهان چشم‌انداز بامدادی در بامداد دوشنبه 21 بهمن 10 فوریه. از رادیو بی بی سی هستیم. داریوش رجبیانم با آرزوی روز و روزگار خوش به یکایک شما. در روزی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران انتظار داشتند پرتاب ماهواره ظفر به مدار زمین را تجلیل کنند، اما این پرتاب با شکست مواجه شد. احمد حسینی سخنگوی امور فضایی وزارت دفاع ایران گفته ماهواره بر سیمرغ ماهواره ظفر را با موفقیت به فضا پرتاب کرد، اما ماهواره بر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید و بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد. سیمرغ یک موشک ماهواره بر چند مرحله‌ای ساخت صنایع هوافضای ایران است که سال 1388 رونمایی شد. اول بگذارید آن لحظه پرتاب موشک رو با هم ببینیم، همراه با توضیحات توأم با هیجان و شادی و شعف خبرنگار تلویزیون دولتی ایران از محل پرتاب.
این لحظه پرتاب ماهواره بومی ظفر به فضاست. ماهواره‌ای که به همراه ماهواره بر سیمرغ با عنوان نماد خود باوری و خود کفایی متخصصان فضایی کشور محسوب می شود. شمارش به اصطلاح نامعکوس پرتاب ماهواره ظفر را شنیدیم همراه با پاره‌ای از گزارش تلویزیون دولتی ایران از محل پرتاب ماهواره ظفر که می گفت نماد خودباوری و خودکفایی متخصصان فضایی کشور است که بعداً معلوم شد به هدف نرسیده. اما مقام‌های ایران که در این باره اظهار نظر کرده اند دم از موفقیت می‌زنند. به مانند محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران که دلیل ادعای موفقیت را هم توضیح می‌دهد. سومین تلاش ما برای پرتاب ماهواره موفقیت آمیز بود، با اون که ماهواره ظفر به هدف نهایی خودش که در مدار قرار گرفتن بود نرسید. اگر در مدار قرار نگرفت پس چرا موفقیت آمیز بود؟ چون هر قدمی که برمیداریم فارغ از نتیجهش همه ما رو یک گام به رویاهامون نزدیکتر میکنه. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران بود که می گفت هرچند ماهواره ظفر در مدار قرار نگرفت جمهوری اسلامی را یک گام به رویاهایش نزدیکتر کرده. البته آقای جهرومی این تلاش را سومین پرتاب عنوان می کرد، اما با مراجعه به پیشینه این موضوع می شود دریافت که این چهارمین تلاش جمهوری اسلامی ایران برای قرار دادن ماهواره در مدار بود که به ناکامی انجامید. در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی از دو ماهواره بر سیمرغ و سفیر برای پرتاب ماهواره های بومی امیر کبیر و دوستی استفاده شد که هر دو با شکست مواجه شد. در شهریور ماه گذشته هم پرتاب ماهواره بر در سمنان با وقوع انفجاری در سکوی پرتاب متوقف شد که علت آن را خطای فنی نامیدند. خبرگزاری های ایران این ماهواره اخیر ظفر را مخابراتی توصیف کرده و گفتند که دانشگاه علم و صنعت امیرکبیر آن را تحویل سازمان فضایی داده. پرتاب موشک های ماهواره بر ایران همواره مایه نگرانی آمریکا بوده و آغشته به مسائل سیاسی که برای بررسی همین بعد سیاسی این قضیه گفتگوی خواهیم داشت با آقای مرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا که از واشنگتن با ماست. درود بر شما آقای بروجردی. مقام های ایرانی ماموریت اصلی ماهواره ظفر رو که به مقصد نرسید تصویر برداری برای مطالعه زمین لرزه، جلوگیری از فاجعه های طبیعی و توسعه کشاورزی عنوان کرده بودند، اما برنامه فضای ایران همواره مایه نگرانی به ویژه آمریکا بوده و آمریکا میگه که این برنامه پوششی برای توسعه موشکی و دسترسی به فناوری ساخت موشک های قاره پیماست، ادعایی که ایران قبول نداره. اما این نگرانی غرب به ویژه آمریکا و همینطور اسرائیل از دید شما تا کجا میتونه موجه باشه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان، عرض کنم که ببینید در وقتی که مسئله برجام تایید شد قطعنامه رو شورای امنیت به تصویب رسوند به عنوان قطعنامه 2231. در پیوست به این قطعنامه در بند 3 چنین ذکر شده که ما از ایران می‌خواهیم که هیچ گونه فعالیتی در حوزه موشک‌های بالستیک که قادر به حمل کلاهک اتمی هستند و از جمله پرتاب هایی که از تکنولوژی موشک بالستیک استفاده بکنن باید تا 8 سال بعد از امضای برجام که یعنی میشد سال 2023 خودداری بکنن. خب دعوا امروزه در این رابطه است که ایران میگه از ما خواستن ولی دستور ندادن و چون این آزمایش و این فرستادن این ماهواره مسئله ربطی به مسئله اتمی نداشته بنابراین قطعنامه سازمان ملل شامل حال ما نمیشه، در حالی که نگاه امریکا و احتمالاً اروپایی ها هم بر این مبنا هست که چرا اون شکلی که در اون این بند پیوست ازش نام بوده شده دقیقاً وقتی از پرتاب ها صحبت میکنه منظورش فعالیت های شبیه هانچه هست که امروزه صورت گرفته. همونطور که پیشتر اشاره کردم آقای بروجردی این چهارمین تلاش جمهوری اسلامی ایران هست برای قرار دادن یک ماهواره در مدار. در 2 سال اخیر اصرار و مبادرت مقام ها برای انجام این کار کاملا مشهوده، اما دلیلش چیه به نظر شما؟ چرا ایران بسیار مصرانه تلاش میکنه که ماهواره پرتاب کنه؟ این تلاش ها به نظر شما صرفا هدف علمی داره اونطور که میگن یا بوی سیاست میده؟ من فهم میکنم واقعا هر دو این مسئله است. ببینید اونها این مسئله به عنوان یک دستاورد علمی
تلقی میکنن و همونجور که در فعالیت های اتمیشون دیدیم میخوان که به رخ دنیا بکشن که بله ما در فعالیت ماهواره ای هم موفق بودیم. اما بدون شک اهداف سیاسی هم پشت این مسئله است. ببینید هر سال در آستانه مراسم 22 بهمن ما شاهد این هستیم که دولت ایران میاد و پیشرفت‌های اتمی، تسلیحاتی، ماهواره‌ای خودش رو به رخ میکشونه و میگه ما این کارها رو انجام دادیم. این یک بُعد سیاسی مسئله. یک بُعد دیگه این هست که اونها فکر میکنن این مسئله میتونسته امتیازی برای مذاکره باشه با طرف‌های اروپایی و امریکا. فکر میکنم شاید هدف دیگه با در نظر گرفتن بقایای این چند هفته اخیر به حاشیه راندن مسئله شلیک به هواپیما هم هست. بنابراین من فکر میکنم که برخلاف آن چیزی که در خیلی از شبکه‌های اجتماعی مطرح شده که همه چی رو خلاصه کردن لزوما در خیز برداشتن آقای آذری جهرومی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی، من فکر میکنم اینو باید در نظر داشت که یک چنین پروژه ایشون نیست، بلکه پروژه سپاه و نیروهای نظامی ایران هم هست و باید واقعا از دست دادن ماهواره‌ای که دو میلیون دلار قیمتش برآورد شده به عنوان یک تمرین فکر نمی‌کنم استدلال آنچنان دلچسبی برای اکثریت ایرانی‌ها باشه. ولی یکی از پرسش‌هایی که آقای بروجردی می‌تونه برای برخی مطرح باشه این هست که ایران در میان دوستان و متحدان خودش روسیه و چین رو داره که می‌دونیم که از پیشاهنگان پرتاب موشک و همینطور تحقیقات فضایی هستند. اگه ایران در انجام کاری که بارها تلاش کرده و کامگار نشده مشکلی داره، چرا چین و روسیه به امدادش نمیان و کمک نمی‌کنن که مثلا سرانجام ماهواره ایرانی در مدار زمین قرار بگیره؟ بله، همونجور که می‌دونیم چین و روسیه دو تا از این کشورهایی هستن که اون قطعنامه 2231 شورای امنیت رو امضا کردن و بنابراین این میتونه عمل نکردن به عهدی باشه که اونا بهش قول پایبندی دادن. ما میدونیم که ایران داره صحبت میکنه با به خصوص با روسیه برای کمک بهشون برای فرستادن یک فضانورد، و اگر روس‌ها و یا چینی‌ها بخوان به ایران کمکی بکنن فکر میکنم بیشتر کمکشون در اون حوزه خواهد بود، یعنی فرستادن فضانورد، تا اینکه بخوان به این مسئله فعالیت‌های این شکلی ایران کمک بکنن که اون وقت اونها رو در نزاع قرار خواهد داد با دولت‌های مانند امریکا و یا اروپا و اسرائیل راجع به فعالیت‌های موشکی بالستیکی ایران. مرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک در واشنگتن امریکا، سپاسگزارم از حضور شما در چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. و ما شما شنونده ها و بیننده های برنامه هم البته که میتونید در این مورد و هر موضوع دیگری که پخش میشه نظر بدین. آیا از تلاش های مصرانه ایران برای پرتاب ماهواره به مدار حمایت میکنین یا نه؟ دلیل حمایت و مخالفتتون رو هم توضیح بدین، ممنون میشم. و این تلاش ها چه مشکلی رو به نظر شما برای ایران حل میکنه یا بر چه مشکلات ایران میافزه به نظر شما؟ مخالفت آمریکا با این برنامه ایران از دید شما تا کجا موجهه؟ نظر بدین تا بخونم. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. و اما امروز برای اهالی سینما و دوستداران سینما روزی ویژه است. تا همین لحظات پیش اعطای جوایز اسکار 2020 به هنرمندان ممتاز جریان داشت و همچنان جوایز اصلی اعلام نشده. یکی از شگفتی‌های این مراسم فیلم انگل ساخته کره جنوبی بود که جایزه بهترین فیلمنامه اصیل به اون تعلق گرفته. بذارین خبرهای داغ رو از محل برگزاری مراسم اسکار از هالیوود داشته باشیم. همکارم بهمن کلباسی از چند روز پیش اونجا بوده و همین حالا هم با ماست در ارتباط زنده. بهمن، مرغ هما بر شانه چه هنرمندانی نشست امسال؟ همونطور که گفتی فیلم انگل غیر از بردن جایزه فیلمنامه اصیل در بخش بهترین فیلم خارجی هم اسکار بود. تا این وقت شب دو تا اسکار رو به اسم خودش کرده. البته بهترین فیلم خارجی کمتر کسی شک داشت که فیلم انگل خواهد برد، یک فیلمی از کره جنوبی که اولین فیلم غیر انگلیسی زبان هست که تا این حد مورد استقبال قرار میگیره، به خصوص که حدس و گمان‌های وجود داره که ممکنه تا آخر شب جوایز مهمتری رو هم ببره. ولی فعلا انگل دو تا رو برده و همچنین فیلم 1917 که اون هم
جزء بختای اول پیروزی هست امشب، یعنی بردن جوایز مهمی مثل بهترین اثر سال رو بسیار معتقدند بخت اول هست فیلم 1917 که فیلمی است در مورد مأموریت بسیار سخت دو سرباز در جنگ جهانی اول. اون فیلم هم دست کم 3 تا اینجا که من شمردم اسکار برده، بیشتر در حوزه بخش‌های تکنیکی مثلا تدوین صدا و همچنین فیلمبرداری اون فیلم به قدری زیباست که بسیاری معتقدن همون فیلمبرداری ممکنه سبب بشه که این اون فیلم اثر بهترین جایزه بهترین اثر سال رو هم ببره. در نتیجه همه منتظریم تا اون جایزه آخر شب بیاد، ولی قبل از اون دو جایزه نیمه مهم دیگه هم داده شد. در آغاز شب یکی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد که به براد پیت رسید، ستاره سینمای آمریکا که در سطح جهان هم بسیار شناخته شده است، ولی علارغم این همه سال کاری که کرده قبلا هیچ وقت به خاطر بازیگریش اسکار نگرفته بود، امشب اولین اسکارش بود. و همچنین برای نقش دوم زن یا نقش مکمل زن هم رسید به هنرپیشه که لورا درن که برای در فیلم ازدواج داستان ازدواج بازی کرده بود در نقش یک وکیل. در نتیجه این دوتا مکملا داده شده، حالا باید منتظر بمونیم که اون چارتای آخر که مهمترین ها هستن، یعنی بازیگر نقش اول مرد و بازیگر نقش اول زن و همچنین بهترین اثر سال و بهترین کارگردانی، اون چارتا هم داده بشه ببینیم که تکلیف چگونه است. ولی تا اینجا فیلم 1917 تا اینجا موفق بوده و بعد هم فیلم انگل، اون اولی 3 تا، انگل 2 تا، فیلم جوکر هم 1 دونه جایزه برده. ولی هنوز مثلا فیلمی مثل مرد ایرلندی که کارگردان معروفی مثل آقای اسکورسیزی داشته جایزه ای نبرده. سپاسگزارم بهمن. با بهمن کلواسی در لس آنجلس صحبت می‌کردم. البته به موضوع اسکار 2020 برمیگردیم، چون در طول پخش برنامه زنده ما مراسم 92مین مراسم اعطای جوایز اسکار همچنان ادامه داره و حتما به موضوع باز خواهیم گشت. و ما در این لحظات بامداد دوشنبه 21 بهمن 10 فوریه نگاهی تازه داریم به سرخط مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه. مأموریت ماهواره ظفر ایران با شکست مواجه شده. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، ماهواره ظفر با موفقیت پرتاب شده اما در مدار قرار نگرفته است. فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان گفته که برخلاف سنت معمول امسال سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را به همتای ایرانی خود شادباش نخواهد گفت. و در لس آنجلس آمریکا همطور که شنیدیم مراسم اعطای جوایز سینمایی اسکار رو به پایان است. فیلم جوکر ساخته تاد فیلیپس با 11 نامزدی در اسکار امسال در صدر فیلم‌های مطرح قرار گرفته و فیلم‌های مرد ایرلندی 1917 و روزی روزگاری در هالیوود هر کدام برای دریافت 10 جایزه نامزد شده است که نتایج این رو تا دقایق دیگر امیدواریم که پیگیری بکنیم و برای شما را هم در جریان اون قرار بدهیم. ولی درباره اسکار گفتم که بعداً برمیگردیم. در ادامه برنامه موضوعهای دیگری هم خواهیم داشت تا برسیم به ایستگاه آخر دوشنبه ها از شهر دوشنبه. ای خوش قد و سیمین برا دندان صدف و لب شکری شوخ ما قربان تو میشم، ای خوش قدم و خوش گپ و خوش باور و بالا نظری شوخ ما قربان تو میشم. اگر جان شمی پشت این ترانه داستانی هست که تا حدود 22 دقیقه دیگه در برنامه از دو سوی آمو بازگو خواهد شد اگه با ما بمونید. اما آلمان برای نخستین بار انتقاد خود را از رفتار جمهوری اسلامی ایران در برابر مردم آن کشور عملاً به تهران گوش زد کرده. فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان گفته که برخلاف سنت معمول امسال سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را به همتای ایرانی خود شادباش نخواهد گفت. این اطلاعیه با استقبال شماری از گروه‌های پارلمانی آلمان، سازمان‌های حقوق بشر و شماری از هنرمندان و نویسندگان این کشور قرار گرفته. در این باره گزارشی داریم از مرتضی رئیسی خبرنگار آزاد در بن آلمان. اعلام خبر خودداری فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری آلمان فدرال از ارسال پیام تبریک به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برای رئیس جمهوری ایران در جامعه آلمان با استقبال روبرو شده است. این برای نخستین بار است که آقای شتاینمایر سنت ارسال پیام تبریک به رئیس جمهوری ایران را به مناسبت سالروز جشن پیروزی انقلاب اسلامی در آن کشور نادیده می گیرد.
بنابر اظهار سخنگوی دفتر رئیس جمهوری و گزارش رسانه‌های آلمان، رئیس جمهوری این کشور از تحولات ماه‌های گذشته در ایران و سرکوبی خشم و اعتراض‌های مردم ایران به شدت ناراحت و نگران است. برخی گزارش‌ها نیز حکایت از آن دارند که رویگردانی آقای اشتاینمایر که همواره با گرمی پیروزی انقلاب را تبریک گفته است، از ادامه این سنت نشانه تغییر عملی رویکرد کلی آلمان از ایران است. در گزارش‌های دیگری آمده است که این روش اخیراً در اتحادیه اروپا در پیش گرفته شده و نه تنها نشانه نومیدی اروپا از به کار بردن نرمش و همراهی با ایران است، بلکه بازتابی است از پذیرفتن بخشی از فشارهای آمریکا در رابطه اروپا با ایران. روزنامه ولت امزونتاگ آلمان یادآور شده که برای مثال در سال گذشته آقای اشتاینمایر در تلگرام پیام خود به مناسبت 40مین سال انقلاب ایران از عبارت با شادباش‌های صمیمانه و قلبی از جانب خود و ملت آلمان استفاده کرده است. در آن موقع سازمان‌های حقوق بشری، انجمن یهودیان و بسیاری از سازمان‌های ایرانی و شخصیت‌های آلمانی از این لحن رئیس جمهوری آلمان به شدت انتقاد کردند. این بار با اعلام تصمیم آقای اشتاینمایر در انصراف از ارسال حتی پیام معمول دیپلماتیک از این اقدام استقبال کردند. خودداری رئیس جمهور آلمان از فرستادن پیام شادباش به همتای ایرانی خود به مناسبت سالروز انقلاب اسلامی ایران مرتضی رئیسی از بن آلمان گزارش می‌داد. و ما 22 بهمن همین فرداست و روزنامه‌های تهران که فردا تعطیلند همین امروز به موضوع 41مین سالروز انقلاب اسلامی پرداختند که شرحش را از فرشتی غازی از آتلانتا آمریکا می‌شنویم. بررسی روزنامه‌های تهران را رو شروع می‌کنیم امروز با چارچوب ارزیابی انقلاب از اعتماد، انقلاب اسلامی و کارهای انجام نشده از مردم سالاری و شبیه راهپیمایی های دهه 60 از خراسان. خب این مطالبی که انتخاب کردیم برای بخش نخست خانم غازی مربوط به 22 بهمن هست و روزنامه اعتماد مطلبی رو از عباس عبدی منتشر کرده که میگه که وضعیت طوری که اگه اون افرادی که 41 سال پیش بودن میدونستن این طور میشه، کمتر کسی تلاش و ایثار میکرد در راه انقلاب. قانع کننده نیست نتیجه‌ای که به دست اومده، درسته؟ همینطوره. امروز اکثر روزنامه‌ها به خصوص روزنامه‌های اصولگرا از دستاوردهای انقلاب اسلامی، انقلاب 57 نوشتن. بیشتر نوع تبلیغاتی داره. در روزنامه اعتماد اما عباس عبدی نوشته که من نمیدونم اگر انقلاب نشده بود اکنون چه وضعیتی داشتیم، اما یقین ندارم که وضع بهتر از این بود یا بدتر. بیشتر کسانی که برای تحقق انقلاب کوشیدن نه تنها از وضع موجود رضایت ندارن و اون رو جامعه مطلوب 40 ساله خود نمیدونن، بلکه از اونچه که انتظار داشتن بسیار دوره و شاید به طور قطع بشه گفت به نوشته آقای عبدی که اون ایده ها نوعی آرمان و مدینه فاضله دست نیافتنی شده که هرچه بود بسیار بعیده که کسی برای رسیدن به چنین وضعیتی حاضر به ایثار و فعالیت و گذشت آگاهانه بوده باشه. روزنامه مردم سالاری هم با نگاهی به نتایج این 41 سال اخیر میگه که در حوزه آموزشی و حضور زنان مسائلی هست که باید توجه بشه بهشون. جزئیاتش چیه؟ همچنین که اشاره کردید، زهرا علی اکبری در روزنامه مردم سالاری معتقد هستش که در خصوص عدالت و فرصت آموزشی وضعیت مطلوبی وجود نداره و وضعیت در ایران با شرایط ایدئال و آنچه جزو اهداف اوایل انقلاب بود بسیار فاصله داره. خانم علی اکبری به وضعیت حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی و سیاست گذاری اشاره کرده و نوشته این که زنان چندین درصد از فلان و بهمان پست و حضور اجتماعی رو دارن سخنی نیست که عدالت جنسیتی و حضور برابر رو برسونه. در بین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک زن حضور نداره، در هیئت دولت یک وزیر زن نیست، در مجلس شورای اسلامی زنان اقلیت هستند و در مناصب مدیریتی زنان کمتر از مردان در میدان تصمیم و عمل هستند، در مناسبات اجتماعی زنان کمتر از مردان دعوت به کار میشن و در حالی که بار اصلی در کشور یعنی بار اصلی آموزش بر عهده زنانه، چه در خانواده و چه در مدارس، اما تعداد مدیران زن دانشگاه‌ها، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، معاونت وزارتخانه‌های آموزشی، فناوری و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد.
و امروز همینطور میبینیم که برخی از روزنامه های اصولگرا راهپیمایی 22 بهمن رو با 40 قاسم سلیمانی پیوند زدند که شاید بهشون اشاره بکنین خانم قاضی، اما خراسان به طور غیر مستقیم از حضور کمرنگتر مردم داره میگه در راهپیمایی 22 بهمن. همینطوره، اکثر تیترهای روزنامه ها رو نگاه کنیم، روزنامه های اصولگرا رو، از فجر سلیمانی تا 22 بهمن اقتدار سلیمانی ها میبینیم و عکس هایی که به عنوان عکس اول از قاسم سلیمانی منتشر کردن، حالا به مناسبت اینکه 41مین سال پیروزی انقلاب 57 همزمان شده با به قول اینها 40 یا 40 کشته شدن قاسم سلیمانی. امیر حسین یزدانپناه در روزنامه جوان اما اشاره کرده به راهپیمایی های دهه 60، چه در مورد 22 بهمن و چه حضور مردم در انتخابات، و نوشته که با وجود اینکه موشک‌های صدام بی‌محابا فرود می‌اومد و مردم ایران رو حتی در تهران به خاک و خون می‌کشید، اما راهپیمایی‌های 22 بهمن و صف‌های انتخابات پرشورتر بود، گویی که مردم نمی‌ترسیدند که صدام تهدیداش رو عملی و به راهپیمایی مردم حمله موشکی بکنه. فرشته قاضی بود با نگاه روزنامه صبح امروز چاپ تهران که به 22 بهمن اختصاص داشت، روز پیروزی انقلاب اسلامی یا انقلاب 1357، 41 سال پیش که انقلاب ضد سلطنتی با نام انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، نیروهای سیاسی بسیاری از آن تجلیل کردند. در این انقلاب که نظام پادشاهی را سرنگون کرد، طیف وسیعی از نیروهای سیاسی ایران دست داشتند، از نیروهای چپ گرفته تا اسلامگرا. در نهایت یکی از این نیروها که اسلامگرا بود، قدرت را به تمام به دست گرفت و نتیجهش همین جمهوری اسلامی ایران امروز شد. اما بر سر سایر نیروهای دخیل در انقلاب 57 چه آمد؟ ژاره گل در این باره گزارشی ویژه دارد. دهه 60، یکی از خونبارترین دهه های تاریخ معاصر ایران، دهه توابسازی و اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی. هزاران زندانی سیاسی سابق ایرانی در کشور سوئد زندگی می کنند. اکثر اونها کسایی بودند که در دهه 60 در زندان بودند و به این کشور پناهنده شدند. یکی از آن زندانیان مهدی معمارپوری بود. او روزهای سخت زندان را به خوبی بیاد دارد. گفتن که توبه کردی؟ گفتن که یه نفر که دادگاه بهش حکم اعدام داده تو اعدامش میکنی؟ من گفتم بله. برای اصل عکسای در واقع اون سالهای منه. این مثلا زمانی که سربازی بودم. مهدی معمارپوری هنگام انقلاب 57 جوانی 21 ساله بود، تازه از خدمت سربازی بازگشته بود. سازمان‌ها و گروه‌های مختلف از چپ تا اسلامی در پیروزی انقلاب ایران نقش داشتند. بسیاری از جوانان به گروه‌های مختلف پیوستند. پاسدار، مجاهد، چریک و پیشمرگ شدند. روزهای اول انقلاب اصلا یه حس دیگه ای داد بهمونه. یه دفعه دیدیم واو، آدم میتونه یه جور دیگه باشه. برای من بازرگان اینا آدم های جالبی بودن که به حرفشون توجه میکردم. خب همه چی رو دنبال میکردم و بین اونا باورم این بود که سازمان مجاهدین و سازمان چریکای فدایی این دوتا سازمانه ای هن که حق دارم، یعنی کلی زحمت کشتن در طی سالها برای اینکه به این نقطه برسیم و حالا به این نقطه رسیم که آزادی به دست آوردیم. اما آزادی پس از انقلاب عمری کوتاه داشت. به فرمان آیت الله خمینی بسیاری از احزاب غیر قانونی شدند. به تفاوت آنها حمله شد و اعضای آنها دستگیر شدند. آزادی در حدودی که اسلام به ما اجازه میداد. شاید امروز یا فردا بسیاری از این احزاب را ممنوع اعلام کنم و نگذاریم هیچ نوشته ای از اینها تمام نوشته هاشون را از بین ببریم. من حمید اشتری هستم و مدت تقریبا 8 سال زندان بودم. حمید اشتری از زندانیان سیاسی دهه 60 بود
که 8 سال از عمرش را در زندان‌های مختلف ایران سپری کرد. 60، 61، 62 که دادن میگرفتن، قلقم میکردن گروه ها رو، جوخه اعدام بود، این یه مکتب بود. ولی فشارهای داخل زندان برای بریدن بوده. خمینی خودش چند سالت بود اونجا؟ مهدی معمارپوری در سال 1360 در تهران بازداشت شد. چیزی که برام عنوان کردن، خب، برای مجاهدین، ما اصلا کسی نبودیم، فقط یه اعلامیه داشتیم به همدیگه دادیم. خیلی اعدام شدن به خاطر همون اعلامیه. او تنها 6 ماه در زندان اوین بود، اما پس از 38 سال خاطرات تلخ آن روزها هنوز او را رها نکردند. در آن دوران هزاران زندانی سیاسی زیر شکنجه یا برای نجات از اعدام از احزاب خود براءت کردند. مسئولان زندان آنان را تواب می‌خواندند و مدعی بودند که آنها توبه کردند. ما یه هفته توی کمیته بودیم، بعد از یه هفته ما رو بردن اوین. در طی مدتی که اونجا بودیم، خب میومدن پاسدارا، چون پرسیدم مثلا توبه کردی؟ معمولا هم میگفتن بله. بعد میگفتن مثلا مسابقه تلویزیونی میکنی؟ یه سری میگفتن بله، یه سری میگفتن نه، اونایی که میگفتن نه مثلا یه خورده مردن، پس من توبه نکردی، مثلا یه خورده کتک میزدن، یه خورده اذیت میکردن جوره مختلف. یا برای اثبات توبه، مسئولان زندان اوین از مهدی 23 ساله میخواهند که در اعدام همبندیای خود شرکت کند. یه مینیبوس اومد و ما سوار شدیم، خیلی هم بودش. من در تمام مدت توی تمام این مسیر همش میگم مگه میشه اینا اسلحه دست من بدن که من نمیام که مثلا کسانی که چیزام هستن بزنم، برمیگردم اینا رو میزنم اگرم بخوام. آن روز مهدی و چندین زندانی دیگر را به محل اعدام زندانیان سیاسی میبرند. یکی دوتا مینیبوس اومد، یعنی به فاصله های میسدن و یه سری پیاده شدن. اینا کسایی بودن که قرار بود اعدام بشن. یک صف طولانی، خیلی طولانی، اون طرفش یه دختر بود با خیلی جثه کوچیک. اینا تو صف اعدام بودن؟ تو صف اعدام بودن، همینجوری بودش، یعنی میدیدی بازم میدید اونجا هم یه بچه هست اونجا. او ابتدا فکر میکند زندانبانان جدی نیستن و تنها او رو امتحان میکنن، اما او در اشتباه بود. به ما گفتن که دستمونو، یه پاسداری که اونجا وایساده بود، دستمونو بذاریم رو دستش، انگشتمونو بذاریم روی انگشتمون که روی ماشه بود، که من هم کار کردم. و بعدش قرآن خوندم، یه تیکه خوندم و شلیک شد. معلوم بود که تجربه شو دارن، یعنی دفعه اول نبود که همچین اتفاقی می افتاد که مثلا یه کسایی مثل ما رو برده بودن، زندانی ها رو می بردن برای اینکه توی این حرکت شرکت کنن. ولی جاده اونجا بود، همجوری حرف می زد، صداش قشنگ می شدیم. ما هزاران فعال سیاسی در دهه 60 دستگیر شدند بدون وکیل، محاکمه و بسیاری از آنها دست جمعی اعدام. خاطره تلخان روزهای زندان اوین هنوز بر روح و جان مهدی معمارپوری سنگینی می کند. که من اینو چجوری با خودم داشته باشم، به صلاح کنارش بذارم. جولیان هیوز یکی از مشاوران مرکز خیریه رهایی از شکنجه است. او با داستان زندانیان سیاسی ایرانی آشناست. خیلی ها که شکنجه شدن تجربیاتشون رو برای سالها با خودشون حمل میکنن. شبا کابوس میبینن. ممکنه شکنجه 30-40 سال پیش بوده باشه، اما حس میکنن که همین دیروز بوده. مهدی از دیواری بین خودش و دیگران حرف میزنه. این در بسیاری از زندانیان سیاسی دیده میشه، چون شکنجه آدم رو از دیگران جدا میکنه. کسانی که این تجربیات تلخ رو داشتن نمیتونن به کسی اعتماد کنن و یا اینکه رابطه ای داشته باشن. Sort of
توی همین زندگیم تأثیر داشت. این فقط و فقط برای شکستن آدم ها بود، فقط و فقط برای خود کردن هر آنچه که آدم در انسانیت در خودش داره. ببین من میگم یه بچه خیلی چیز بودم، ماهیگیری برام وحشتناک بود، یعنی یک بار انجام دادم اونم وحشتناک بود، واسم کلیبا من چرا این کاری کردم. بعد حالا آدم، من آدمم نه هر شخصی، کسانی که من باور داشتم مثلا آزادی مثلا دارن تلاش میکنه، من همدست قتل همچین آدمی بودم. ژیار گل گزارش میداد در همین باره داوودی نوشته که درود بر ژیار گل که بعد از 40 سال بر دوران سیاه جوانی ما که بدون هیچ جرم و گناهی سالها در مخوفترین زندان از ما گرفته شد نوری تاباند. شما مگه نظر دارید بفرستید تا در ادامه برنامه بخونم؟ برگردیم فعلا به امروز 21 بهمن 10 فوریه با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی هستید. مراسم اسکار در هالیوود رو به پایان است و ما هم رو به پایان برنامه بهش برمیگردیم تا همه جوایز اصلی رو مرور کنیم و ببینیم که به چه هنرمندانی تعلق گرفته. فعلا از ورزش بگیم. خبرای ورزشی رو از فدراسیون فوتبال ایران آغاز کنیم که در این روزها سرگرم انتخاب ریاست جدید خودشه، انتخابی که قرار 25 اسفند ماه برگزار بشه. 9 تن برای ریاست این فدراسیون نامزد شدند و مهلت ثبت نام نامزدها پایان یافته. پوریا ژافره از این رویداد و نامزدها میگه. بیشتر از 50 نفر ثبت نام کردن، خیلیشون واسه سمت‌های دیگه‌ای بودن. برای ریاست البته 9 نفر که جالبه که هم شهردار مشهد داریم هم شهردار همدان، 2 نفر کاملا غیر فوتبالی میخوان که در این انتخابات شرکت بکنن. از طرف دیگه بعضی چهره‌های مدیران سابق استقلال پرسپولیس رو داریم، هم محمد حسین قریب اومده هم حبیب کاشانی که مدیر پرسپولیس بود، و به نظر میرسه که سرپرست فدراسیون هم چند طبقه اومده پایین‌تر ثبت نام خودش رو انجام داده. بحث اینجاست که آیا هیئت‌های فوتبال پذیرای اون نماینده وزارت ورزش هستند که به نظر میرسه که محمد حسین قریب باشه. این سوالیه که واقعا جوابش رو هیچ کس در این مقطع نمیدونه. ولی پوریا بعد از اینکه انتخاب انجام میشه و رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران میاد که کارش انجام بده، صرف نظر از اینکه چه کسی هست، با مربی جدید تیم ملی فوتبال که براش انتخاب کردن باید بسازه، درسته؟ درسته، بیشتر به خاطر محدودیت زمانی که وجود داره، چون رئیس جدید 25 که انتخاب میشه بخواد بلافاصله بیاد توی دفتر خودش قرار بگیره. تعطیلات سال نو عید نوروز ایران هست و 5 فروردین ایران باید با هنگ کنگ بازی بکنه، بنابراین مربی هیچ فرصتی نداره که بخواد تیم رو آماده بکنه برای اون بازی. باید یک نفر تا اون موقع انتخاب شده باشه، و حتی اگر که رئیس فدراسیون فوتبال راضی نباشه، بعضی ممکنه الان سوال بکنن که چرا اون یه نفر اسم آقای اسکوچیچ رو نمیگیم، میرسیم به اون نکته. ولی اگه که حتی راضی نباشه در مورد اینکه آقای اسکوچیچ یا هر کس دیگه مربی ایران هست در اون مقطع، فکر میکنم که اونجا رو باید بسازه و بعد در خرداد ماه تصمیم بگیره که برای اون دوتا مسابقه حساس‌تر با عراق و همینطور با بحرین چه تصمیمی خواهد گرفت. اما دلیلی که نمیگیم که اسکوچیچ کارش تموم شده، نهایی شده، اینه که اطلاعاتی که از فدراسیون بیرون میاد این رو میگه. صحبت‌های ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی رو که گوش بکنید امروز متوجه این مسئله میشید. ولی خب سرمربی تیم ملی با توجه به انتخابی که شده در حال حاضر در حال بازدید از امکانات ما هستش، در حال حالا فکر میکنم که داره باشگاه ما رو رصد میکنه، فکر میکنم در اولین فرصت هم انشالله برنامه ما داشته باشه. قرار دادم انشالله امضا میشه. انشالله امضا میشه. چون قرار شد بعد از امضا قرارداد مبلغ شفاف سازی بشه. انشالله مبلغ هم شفاف سازی میشه. حالا من فکر میکنم که حالا من راجع به این مسائل صحبت نکردم، حالا اینکه قرار شفاف سازی بشه، کی قرارداد امضا بشه، حالا اون دوستانی که صحبت کردن فکر میکنم خودشون هم قطعا پاسخ خواهند بود در رابطه با این موضوع. دستیاراشون هم مطمئنا اعلام میکنن.
بله، همونطور که دیدید ابراهیم شکوری بود، سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال ایران، که در هیچ جای این صحبت و با وجود سوال‌های خبرنگاران نگفت که قرارداد دراگان اسکوچیش با فدراسیون فوتبال نهایی شده. به نظر میرسه که یک فشار مضاعفی رو فدراسیون قرار گرفته، مشکلاتی که زمان مهدی تاج وجود داشتن بیشتر شده و حتی صدای بعضی ارگان‌هایی که بسیار نزدیک هستن به هسته حکومت مثل روزنامه کیهان هم در اومده و مثل اینکه اونها هم خیلی خوشحال نیستن از این مسئله. بنابراین همه اینها رو که روی همدیگه میذارید، واقعا یک اوضاع عجیب و غریبی فوتبال ایران پیدا کرده، چه از نظر مدیریتی، چه از نظر فنی و چه از نظر نتایجی که داره گرفته میشه. خب از اینا که بگذریم، پوریا حالا از بازی‌های امروز لیگ قهرمانان آسیا برام بگو که آغاز میشه. بله درسته، بازی‌های لیگ قهرمانان هم شروع میشه. از نماینده‌های ایران، 4 تا نماینده ایران، 2 تای اونها هم بازی دارن. استقلال رفته به اربیل در اقلیم کردستان عراق با تیم الشرطه عراق بازی میکنه و شهرخودرو هم با تیم الهلال بازی خواهد کرد خارج از خونه. البته ایرانی ها و تیم های ایرانی عربستانی در زمین همدیگه بازی نمی کنن، برای 3 ساله که این اتفاق داره میفته. و در نهایت پرسپولیس هم فردا در قطر با الدوحل بازی خواهد کرد. نماینده دیگر ایران هم سپاهانه که به امارات متحده عربی رفته که با تیم العین فردا بازی کنه. پوریا جعفری بود با خبرهای ورزشی. و حالا بپردازیم به خبرها، در واقع پیام‌های بیشماری که از شما دریافت کردیم از طرق مختلف. بسیاری از پیام‌ها به تلاش ناموفق ایران برای رسوندن ماهواره به مدار اختصاص داره. محسن نوشته که دلیل مخالفت با هدر دادن این بودجه‌ها همون ضرب المثل معروف ماست که میگوید طرف را به ده راه نمی‌دادند، سراغ خونه کت خدا را گرفت. جمهوری اسلامی در همین زمینه شکست خورده به نظر محسن، حالا سخت در تلاش هستند در زمینه اینکه توانش را ندارند موفق شوند. رحمت زاده ولی نوشته که کار نیکو کردن از پر کردن است، ایران باید آزمایش‌های خودش را در این زمینه آنقدر ادامه دهد تا موفق بشه. افشین میگه که خیلی هم خوب کرده آقای اشتاینمایر رئیس جمهوری آلمان که به همتای ایرانی خودش پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک نمیگه تا مسئولان در ایران بفهمن که وقایع داخل کشور بازتابی در خور در خارج از کشور داره و دنیا اون رو میبینه. نصرت الله میگه که انتظار داشتم خبر کشته شدن باقر محقق جز خبرهای مهم این برنامه‌تون باشه، که اشاره کرده به کشته شدن پسر معاون رئیس اجرایی افغانستان که دیروز اتفاق افتاد و به دست برادرش کشته شده. در تلگرام از مهدی میخونم که میگه به عنوان یک ایرانی از پیشرفت در هر زمینه علمی و تکنولوژیکی خوشحال میشم، این هم اشاره کرده به همون موضوع پرتاب ماهواره. و مکرود میگه که در یک کلام وزیر جوان باز ناکام ماند، اشارش به آقای آذری جهرمی هست وزیر ارتباطات ایران. حمید نوشته که به نظرم تا زمانی که ایران دکترین دفاعی و امنیتی خیش را مبنی بر تهدید آمریکا و اسرائیل تعریف نموده، هر گونه آزمایش موشکی و ماهواره‌ای ایران با حساسیت و تهدید دنبال می‌گردد. اگه فرصت شد حتما به پیام‌های شما باز خواهیم گشت. و اینجا یادآوری می‌کنم که مراسم اسکار 92 مراسم اعطای جوایز سینمای اسکار همچنان در هالیوود ادامه دارد و ما در پایان برنامه حتما به لس آنجلس برمیگردیم، به رویدادهای مربوط به اسکار و تازه‌ترین‌ها را حتما به اطلاع شما خواهیم رسوند. فعلا بریم سراغ دو سوی آمو، تازه‌ترین نواهای تاجیکستان و افغانستان که این بار به دلیل نزدیکی روز عشاق حال هوای عاشقانه تری داره. برنامه از ایور شاه محمد از دوشنبه. درود دوستان خوبم، واقعا دلم براتون تنگ شده بود، میخواستم هر چه زودتر دوشنبه بیاد و هر کجای این کره خاکی که هستید و این برنامه رو میشنوید دوباره برای شما بگم خوش آمدید به برنامه خودتون از دو سوی آمو با تازه های موسیقی تاجیکستان و افغانستان. بیا به رقص نگارم زشقت به قرارم. امروز 10 فوریه 2020 میلادی برابر با 21 بهمن ماه 1398 خورشیدی است. زیورشاه محمد هستم، روز خوب و سرشار از شادی برای همه شما عزیزان آرزو دارم. دلی دلی زارم را بردی، دلی دلی زارم شکستی، رو دیارم
وفا و جانی من کردی، دلی دلی زارم را بردی، دلی دلی زارم شکستی، بودی یارم خارم تو کردی، جفا و جانی من کردی. برنامه این هفته را با آهنگ زیبای از پروین یوسفی آوازخوانی تاجیک شروع میکنیم، آهنگ زیر عنوان ساربان. اگرچه ورژن صوتی این آهنگ دو سال قبل منتشر شده بود، اخیراً خانم پروین یوسفی این آهنگ را با تکمیل و تدوین تازه و با نماهنگ جدیدش به بازار ارائه کرده است. خماری اسم آهنگ جدید عمر شریف از اونور آمو از افغانستان که دو صدایی با فیروزه حفیظاوا آوازخوانی تاجیک اجرا کردن این آهنگ را. بیا برخص نگارم سه چقدر بقرارم، ای بدا چشمای من بولا، اقای خمارم اقای خمارم اقای اقای خمارم، هی سقا شوام جان همگی حیران تو، اخ اخی خمارو، اخ اخی خمارو، اخی اخی خمارو. موسیقی این آهنگ را الیاس صالحی ساختن، نماهنگ این ترانه را شرکت عظیم پرودکشن در تاجیکستان فیلم برداری کرده است. جانی تو میشم چنین است اسم آهنگ منیژه صبا آوازخوانی تاجیک که دو سال قبل با نماهنگش به بازار آمد. ای خوش قدم و خوش گپ و خوش باور و بالا نظری شوخ، من قربان تو میشم. اخیراً این آهنگ از سوی حجت و وحدت رحیمی دو آوازخوانی جوان از افغانستان دوباره بازخوانی شده است. بله جان تو میشم. و ما هم امروز در استودیوی بخش فارسی رادیو بی بی سی در شهر دوشنبه منیژه جان را داریم. سلام علیکم منیژه جان. سلام. خوب هستی؟ صحت سلامت هستی؟ تشکر، شما خوبه؟ ممنون، سپاس. منیژه جان، این آهنگ حجت رحیمی را شنیدی که از ترانه های خودت اجرا کرده است؟ راستی گفت من شنیدم، ولی که نفهمیدم این هنرمند کیه. برای که ما اجازه نگرفتند خواندن این آهنگ، ما یک دو سال پیش خوانده بودم، با کلیپش هم کرده بودم. اگر که ما اجازه میگرفتند ممکن شماره تلفن ما را نیافتند. اگر که یک بار با من تماس میبرمدند، ما اجازه میدادم، میگفتم که بخون، اما وقتی که آی ما اجازت نگرفت به خاطر ما کمتر ناراحتم. وقتی که ما هم با حجت جان صحبت داشتیم یک سوی تفاهم مثلی که شده، اما حالا دیگه حجت هم دعوای او را نداره که آهنگ مالی من است. و در یک صحبت کوتاهی که با حجت رحیمی داشتیم، اونجا حجت هم میگد که یک آهنگ تاجیکی است از منیژه صبا و آهنگسازش هم دوران رحمت زاد و با اجازه اونها گویا که این خوانده باشه. دوران رحمت زاد آهنگسازی شور و تکرار ما است. من از اکای دوران من خریدم یوهانگا، با کلیپ شم کردم، شاعر شارزوی سایف است. خیلی ممکن است که بخونن اجازت نگیرن. من این حالت ده بسیار حیرانم، اما بچه خفه هم هستم. هنرمند افغان بعضن میشه که خودت هم یک آهنگ خیلی دوست میداری، اما مالی خودت نیست، اما خیلی زیاد میخوای که همو آهنگ بخونی، چگونه رفتار میکنی؟ باید یکم همو صاحب آهنگ از همو هنرمند اجازت بگیری، بعد نام مؤلفه بفهمی، بدونی که همو آهنگ کی بنویسی. اگر که امرا کلیپ کنی یا
خانی باید کجا که سوال میتن یا هم سرود میمونی بگو که فلان آدم از فلان حافظ فلان هنرمند همه آهنگ ما مرا معقولم شد خواندمش نکی موری خدم نیست ای خوش قد سیمین برا دندان صدف و لب شکری شوخ ما قربان تو میشم ای خوش قدم و خوش گپ و خوش باور و بالا نظری شوخ ما قربان تو میشم اگر جان شمی بر من منم جان تو میشم اگر جان شمی بر من بله جان تو میشم اما وقتی که همین آهنگ شنیدی آهنگ خودت اجراش خوب بود مقبول شد یا مقبول نشد راستیگه بد نبود خوب بود مثل که کاور ورژن آهنگ خودت بود نه بله مانندی داشت آرنجروفکاش به من راستیگه پسند اومد میپرسیدن به خوب میشه منیجر جان تشکر میکنیم از اون که فرصت یافتی اومدی در استودیوی بخش فارسی بی بی سی با ما صحبت کردیم بلکندم از عالم و آدم که فقط با تو بمانم از چشم تو بر تو غزلی وفاداری بخوانم دل کندم از عالم و آدم که فقط با تو بمانم از چشم تو بر تو غزلیش و وفاداری بخوانم اگر جان شمی بر من منم جان تو میشم اگر جان شمی بر من برای جان تو میشم سلام به شما همچنان آقای زیورشای عزیز و شنونده های خوب برنامه زیبایتان از دوسوی آمو بله همونطور که میدانین روز والنتاین روز عاشقان نزدیک است و من و وحده جان آهنگ زیبایی از هنرمند خوب کشور تاجیکستان بانو منیژه سبا شنیدیم و بسیار خوشم آمد با صدای زیبایش آهنگ به زیبایی اجرا کرده بود و ما تصمیم گرفتیم که به شیوه جدیدتری به شکل آکوستیک این آهنگ زیبا را اجرا کنیم و تقدیمش کنیم به قلب علاقه مندای نازنینمان که در هر گوشه دنیا هستند. با یک تشکری ویژه میکنم از منیژه جان و آهنگساز خوب ای آهنگ زیبا آقای دوران رحمتزاده که ای آهنگ به زیبایی ساختن و همچنان امیدوارم که ای آهنگ به دلتان بنشینه و در این روز عاشقا همراه عشقتان خاطر ساز قلبای شما عزیزان شود. تشکر از شما. با تو بروم تو به قدم جای صفا هم دست به دستم دهی و دل با دل و جان به جانم اوایل هفته سپری شده نماهنگ جدید جهانگیر ظریفوف تحت عنوان هستی در یادم با کارگردانی فیلمساز بختیار زمانوف که در دبی فیلم برداری شده است به بازار آمد به هر طوری مویم دل بستم میدانی حرفای دلم موسیقی این ترانه را جهانگیر خودش نوشته ترانه سرا رامش رحمانوف کار تکمیل و تدوین این آهنگ را جاوید روزیف انجام داده است با امید هفته سراسر از عشق و آرامش و زیبایی می روم تا دوشنبه دیگر با دو سوی آموی دیگر با شما باشم بدرود و خدا نگهدار مواظب خودتون باشین دلم تنگ گردد از ندیدن تو قلب پرغم گردد از رنجیدن تو دلم تنگ گردد از ندیدن تو قلب پرغم گردد از رنجیدن تو به هر طوری مویم دل بستم میدانی حرفای دلم را از چشمم میخوانی به هر طوری از دو سوی آمو این هفته بود از زیورشای محمد در دوشنبه و اما حالا طبق وعده برای بررسی 92مین مراسم امسال اسکار در هالیوود برگردیم به همین موضوع گفتگوی داشته باشیم با کارشناس این موضوع جمشید اکرمی استاد رشته سینما در دانشگاه ویلیام پترسون در نیوجرسی آمریکا درود بر شما شب شما بخیر آقای اکرمی از زمانی که با همکارم بهمن کلباسی در لس آنجلس صحبت کردم تا حالا البته از مراسم اسکار خبرهای تازه هم داشتیم تازه تر که برنده بهترین نقش اول زن رنه زلوگر شده برای فیلم جودی برنده جایزه بهترین نقش اول مرد واکین فینیکس هست در فیلم جوکر و برنده جایزه بهترین کارگردانی هم بونگ جون هو هست برای فیلم انگل که ساختی کره جنوبی هست آیا چنین نتایجی برای شما که کارشناس موضوع هستین قابل انتظار بود؟ خب بله در مورد بهترین هنرپیشه زن و مرد که تقریبا هیچ تردیدی نبود از مدت ها پیش
همه فکر میکردن که همین دو نفر خانم زلوگر و آقای واکین فینکس ببرن، تمام جایزه های قبلی رو هم برده بودن. ولی در مورد جایزه بهترین کارگردانی که آقای بانجون رو گرفت، اون نه که یه شگفتی باشه و غیر قابل انتظار، ولی معمولاً یک سنتی هست که کارگردانی بهترین جایزه رو میگیره که فیلمش هم بتونه بهترین فیلم بشه. اگه به تاریخ اسکار نگاه کنید در این 92 سال گذشته، یه همچین پترنی رو میبینید که رعایت شده. ولی تصادفاً در این 7 سال گذشته 5 بار این اتفاق نیفتاده، یعنی کسی که بهترین کارگردانی رو برده فیلمش رو زمان بهترین فیلم نشده. حالا یه هیجان دقیقه 90 تقریبا پیش اومده که الان هم همه ما شاهدش هستیم، که معلوم نیست امسال هم جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی مثل 5 سالی که در این 7 سال اخیر بوده فرق خواهد کرد، یا به طور سنتی به کارگردان به بهترین کارگردان اون جایزه میرسه، جایزه بهترین فیلم هم. من خودم حدس میزنم که امسال هم شاهد این تفاوت باشیم و فیلم 1917 بهترین فیلم اعلام بشه. ولی به هر حال 9 فیلم هستن که مطرح هستن برای و نامزد هستن برای بهترین فیلم. نه. و فقط 2 تا فیلم این شانس رو دارن از این 9 تا که بتونن جایزه بهترین رو بگیرن، یا همون فیلم انگل خواهد بود، یا به نظر من به احتمال قوی تر فیلم 1917 آقای سم مندس. ولی همون فیلمی که با احتمال کمتر مطرح کردین آقای اکرمی راجع به اون صحبت بکنیم، انگل که بهش اشاره کردین که واقعا به طور بی سابقی یک فیلم خارجی بود که در اسکار بسیار خوش درخشید، فیلم انگل از کره جنوبی. میخواستم ببینم که دلیل موفقیتش عزیز شما چه هست. میدونیم که بهترین فیلم بلند خارجی عنوان شده و همینطور جایزه بهترین فیلم نامی اصیل رو برده. آقای جین فاندا الان داره اعلام میکنه. بله بله بله، فیلم انگل همین الان جایزه بهترین فیلم سال هم گرفت. چه جالب. این رو باز میگم یه شگفتی به اون صورت نیست، چون پیش بینی میشد که یکی از 2 تا فیلم باشه که شانس داره، یعنی لااقل 50% پیش از این شانس داشت. شاید هم خیلی ها میگفتن 40%، ولی الان که برده این شاید نمایان ترین نقطه این شب اسکار باشه. خب همه میخواستم ببینم که حالا که بهترین فیلم هم شده و این جایزه رو برده، میشه بگین که این فیلم، خیلی کوتاه اگه بفرمایین که این فیلم چه هست، چه ویژگی هایی داره، چرا اینقدر ازش استقبال شده آقای اکرمی؟ خب یه مسئله اولا به طور تماتیک اشاره بکنیم راجع به جنگ طبقاتی، اختلافات طبقاتی که تو تمام جوامع هست، و این کمک کرده بود که این فیلم بتونه در همون تمام جوامع خودش رو نشون بده. امریکایی‌ها به شدت از فیلم استقبال کردن. شاید براتون تعجب آور باشه که تا الان 120 میلیون دلار فروش کرده این فیلم، که اصلا یه چیز پدیده‌واره برای فیلم‌های خارجی که معمولاً یه چیزی بین 100,000 تا فرض کنید 200,000 می‌فروشن. و اشاره کردم به یه رقابت تنگاتنگ بین این فیلم و فیلم 1917. شاید براتون جالب باشه که در گیشه اینا این رقابت رو داشتن و فیلم 1917 تا الان همون 120 میلیون دلار رو مثل فیلم انگل فروخته. الان حس میزنم شاید انگل با توجه به این جایزه‌ای که برد بتونه پیشی بگیره نظر گیشه. خب شکی نیست که حتما خیلی تاثیر خواهد گذاشت روی محبوبیت این فیلم. سپاسگزارم آقای اکرمی. همینجا متاسفانه فرصت ما برای این صحبت به پایان میرسه و خوشحالم که به تازه‌ترین و آخرین نتایج مراسم اسکار هم رسیدیم و از جمشید اکرمی اون رو شنیدیم، استاد رشته سینما در دانشگاه ویلیام پترسون در نیوجرسی آمریکا. همینجا یک پیام رو هم بخونم پیش از پایان ساعت اول برنامه از ودی که میگه هر انقلابی در برگیرنده افکار و عقاید مختلف است. مسلما در انقلاب ایران افراط و تفریط صورت گرفته و تندروی های هم بوده و حذف
احزابی که در انقلاب نقش داشتن قسمتی از این افراد هاست اشاره کرده به مطلبی که در طول برنامه داشتیم. سپاسگزارم از همراهی شما با ساعت اول چشم‌انداز بامدادی. تا لحظات دیگر با تازه ترین خبرهای جهان برمیگردیم و به دنبال آن مطالب ساعت اول برنامه تکرار میشه.